به نام خدا با عرض سلام و احترام بنده بیشبان هستم مدرس و پژوهشگر مهندسی برق مفتخرم دوره آموزشی فیزیک پزشکی نکته و تست کنکور ارشد رو حضور شما دانشجویان و دانش باشم در این قسمت از آموزش به معرفی کاربرد فیزیک جامدات در بدن میپردازیم در ابتدا مفهوم نیرو رو بررسی میکنیم نیرو بر حسب شتاب تعریف میشه. در واقع نیرو بر حسب شتاب یک جسم تعریف میشه که یک جسم معیار معین هست که در یک محیط مناسب قرار گرفته و رابطه F مساوی MA رو داریم. F همون نیرو هست که واحدش به صورت نیوتون هست. M که جرم ما هست واحدش به صورت کیلوگرم هست. و ای که شتاب هست واحدش به صورت متر بر مجزور ثانیه هستش و یک نیوتون معادل هست با یک کیلوگرم متر بر مجزور ثانیه در ارتباط با جسم معیار معین میتونیم بگیم که جسم معیار در واقع به عنوان استاندارد جرم انتخاب شده و جرم دقیقا برابر با یک کیلوگرم به اون نسبت داده شده. نیرو ماهیتش به این شکل هست که یک کمیت برداری محسوب میشه و دو مشخصه داره که یکی بزرگی و دیگری جهت هست و جهت نیرو با جهت شتاب یکی هست. در ارتباط با نیروی عضله صحبت می کنیم، ابتدا نیروی عضله رو تعریف می کنیم. به نیروهای ناشی از ماهیچه ها نیروی عضله گفته میشه. نقشی که نیروی عضله داره به این شکل تعریف میشه که حرکات اندام بدن رو کنترل میکنه. ساختار عضله در واقع از تعداد زیادی الیاف تشکیل شده که این الیاف هنگامی که پیامی از اعصاب بهشون میرسه منقبض میشن در این شکل ساختار عضله رو ملاحظه میکنیم در این قسمت عضله قرار گرفته که به وسیله زردپی یا تاندون به استخوان متصل شده هر دو استخوان در یک محل انعطاف به هم جفت شدن به این محل انعطاف مفصل هم گفته میشه نیروی عضله در واقع حد نیروی اعمالی توسط یک عضله به سطح مختب بستگی داره و در انسان تقریبا برابر هست با 35 نیوتن بر سانتی متر مربع علم بیومکانیک هم به این نیروهای عضله‌ای در واقع اشاره داره و به مطالعه اثر این نیروهای عضله‌ای در حرکت و حفظ تعادل انسان علم بیومکانیک گفته میشه. استخوان رو تعریف میکنیم. در واقع استخوان یک بافت همبند ویژه هست، یک بافت سخت و محکم هست که از سلولها و ماده زمینه مینرالیزه شده یا ماتریکس تشکیل شده. آب و مواد معدنی و مواد عالی استخوان رو تشکیل میدن و کلسیوم و فسفور امده مواد معدنی هستند که استخوان ها رو می سازن، آناتومی استخوان در این شکل به چشم میخوره همطور که ملاحظه میشه اجزای مغز استخوان در اینجا مشهود هست که عبارتند از سلول بنیادی گلبول قرمز گلبول سفید و پلاکت ها وظایف استخوان ها در بدن شامل حفاظت ذخیره کردن حرکت و ساخت سلولهای قرمز خون میشه استخوان ها از بافت های نرم و اندام های داخلی بدن حفاظت میکنند مثلا از مغز، قلب و قفسه سینه حفاظت میکنن. کلسیوم و فسفر در استخوانها ذخیره میشن و استخوانها در واقع یک وظیفه ای دارن به اسم حرکت که نقش مفاصل رو نشون میده. به عبارت استخوانها هنگامی که این عضلات اسکلتی رو منقبض میکنن در مفاصل به این شکل حرکت ایجاد میکنن. دستبندی استخوانها از نظر شکل ظاهری به شکل استخوان‌های تخت هست مثل استخوان‌های در واقع شانه و بعضی از استخوان‌های جمجمه استخوان‌های بلند مثل استخانهای ران، بازو و ساق پا استخوان‌های استوانه مثل مهره ها نامنظم مثل مش و دست و پا و استخوان‌های خاص مثل دنده ها از نظر ساختار داخلی میشه استخوان‌ها رو به صورت متراکم یا اسفنجی دسته‌بندی کرد در بخشهایی که استحکام بالا نیاز دارند، استخوان های متراکم به چشم می مثل بخش روکش استخوان ها و در بخش هایی که انعطاف نیاز دارن استخوان های اسفنجی به چشم می مثل استخوان های ستون مهره ها. از جمله مزایای استخوان های اسفنجی، میشه به این اشاره کرد که در هنگام دویدن و راه رفتن، این استخوان های اسفنجی خمپذیری بیشتری دارند. همچنین یک سری معایب هم دارن. مثل اینکه فشار و قسمت مرکزی رو در مقایسه با استخوان‌های بلند نمیتونن تحمل کنن. در اینجا استخوان‌های ستون و مهره ها رو ملاحظه میکنیم. در اینجا یک مهره کمر له شده ملاحظه میشه که این خمیدگی حاصل در مهره ها باعث کوچپشی شده. استخوان‌های قفسه سینه مثل دنده ها و مهره های سینه ای. دنده ها که از استخوان‌های قفسه سینه هست در این شکل به چشم میخوره استخوان جناق سینه در اینجا مشخص شده با رنگ آبی 24 تا دنده داریم یا 12 جفت دنده داریم انواع دنده ها به سه دسته تقسیم میشن دنده های حقیقی، دنده های کازب و دنده های آزاد به دنده های یک تا هفت دنده های حقیقی گفته میشه به دنده های هشت تا 12، دنده های کازب و به دنده های و دوازه دنده های آزاد گفته میشه. در اینجا نمای جانبی دنده ها رو ملاحظه می کنیم که در ارتباط با دنده های آزاد و حقیقی و کاذب هم صحبت کردیم. مهره های ای در اینجا دوازده استخوان مهره سینه ای به چشم میخوره که دارای سطح مفصلی در زایده ارزی هستند. در اینجا نمای فوقانی و نمای جانبی مهره سینه ای رو ملاحظه می کنیم. همطور که دیدیم داره سطح مفصلی در واقع در زایده ارزی هستن داره سطح مفصلی در زایده ارزی هستند. های که در این تصویر به چشم میخوره که یک تصویر اشعه ایکس از استخوان های مچ رو نشون میده در واقع اینا هشت استخوان هستند. اولین استخوان مچ دست استخوان اسکافوئید هست دومین استخوان استخوان همیت هست سوم استخوان استخوان لونیت هست استخوان بعدی این استخوان هست استخوان تریکتروم استخوان در واقع پیزی فرم استخوان تراپزیوم استخوان تراپزوئید و استخوان آخری استخوان کاپیتیت هست استخوانهای های جمجمه عبارتند از استخوان های پستری که اینها در پشت سر قرار گرفتند استخوان گیجگاهی در کنار سر قرار گرفته استخوان در واقع جداری که در ادامه نشون میدیم در کدوم قسمت قرار گرفته استخوان پیشانی تقریبا در جلوی سر قرار گرفته استخوان اسفنوئید و استخوان اتموئید در اینجا استخوانهای های جمجمه رو ملاحظه میکنیم شماتیکشو استخوان اسفنوئید در اینجا با رنگ صورتی مشخص شده در این قسمت قرار گرفته. استخوان اتموید با رنگ قرمز رنگ مشخص شده. مثلا در تشکیل حفره بینی شکل داره. استخوان جداری این قسمت آبی رنگ هست بخش اعظمی از استخانهای جمجمه را تشکیل میده. استخوان گیجگاهی با رنگ نارنجی رنگ مشخص شده و این استخوان پشت سر هم استخوان پستری هست. در اینجا استخان گیجگاهی ملاحظه میشه و ساختمان گوش داخلی در واقع در زائده خاره گیجگاهی واقع شده به این بخش سبز رنگ زائده خاره گیجگاهی میگن که ساختمان گوش داخلی در اون واقع شده استخان اتموید که با رنگ زردرنگ مشخص شده در اینجا هم به چشم میخوره اینجا شماتیک استخوان اتموید رو ملاحظه میکنیم. استخوان اتموید در تشکیل یک سری حفره ها نقش داره. مثل حفره کاسه چشمی، حفره بینی و حفره مغزی که در جلو قرار گرفته. تست های کنکور ارشد فیزیک پزشکی رو بررسی میکنیم. تست اول بیان کرده که همه دنده های زیر بخشی از دنده حقیقی هستند به استثنای که برای ارشد فیزیک پزشکی سال 91 92 هست. جواب گزینه دال میشه یعنی به استثنای دنده نهم. چرا که گفتیم دنده های حقیقی به دنده های یک تا هفت گفته میشه. بنابراین گزینه های الف و ب و جیم یعنی دنده های سوم و پنجم و هفتم که از دنده های یک تا هفت هستن و دنده های حقیقی هستن. ولی دنده نهم که گزینه دال هست از دنده های کاذب محسوب میشه چون گفتیم دنده های 8 تا دو 12 دنده های کاذب هستن تست بعدی که برای ارشد فیزیک پزشکی 95 96 هست بیان کرده که کدام ویژگی زیر مربوط به مهره سینه هست جواب الف میشه داشتن سطح مفصل در زائده ارزی که در واقع بیان کردیم که این مهره سینه ای در زائد ارزی سطح مفصلی داره بنابراین جواب گزینه الف میشه تست بعدی که ارشد فیزیک پزشکی 91 92 هست بیان کرده که تمام استخوان های زیر در ساختمان مچ دست شرکت دارن به جز به جز تالوس چون در واقع استخوان تالوس از استخوان های مچ پا محسوب میشه و از استخوان های مچ دست نیستش استخوان مچ دست بیان کردیم که هشت استخوان هست و در واقع همه ای تو لونیت و اسکافوید از استخوان های مش دست محسوب میشن. تست بعدی که ارشد فیزیک پزشکی سال 91-92 هست بیان کرده که ساختمان گوش داخلی در زخامت کدام استخوان جمجمه واقع شده. جواب جیم میشه. در واقع در زائده خاره گیجگاهی واقع شده. همطور که بیان کردیم اینجا که زائده خاره گیشگاهی ناحیه سبز رنگ هست این ساختمان گوش داخلی در این زائده واقع شده. تست بعدی ارشاد فیزیک پزشکی 91-92 هست و بیان کرده که استخوان اتموید در تشکیل همه حفره های زیر شرکت داره به جز خب جواب گزینه دال میشه یعنی به جز حفره مغزی میانی در تشکیل این موارد دیگه شرکت داره. همطور که بیان کردیم استخوان اتموید که با رنگ زرد رنگ اینجا مشخص شده اینجا هم یک شماتیکی از استخان اتموید هست در تشکیل حفره مغزی جلویی نقش داره یعنی این قسمت در تشکیل حفره کاسه چشمی نقش داره همچنین در تشکیل این قسمت هم که حفره بینی هست نقش داره ولی در تشکیل این حفره مغزی میانی که این قسمت هست هیچ گونه نقشی نداره بنابراین ملاحظه کردیم که جواب این تست به صورت گزینه دال میشه یعنی میتونیم بگیم که استخوان اتموید در تشکیل حفره کاسه چشمی نقش داره در تشکیل حفره بینی هم نقش داره همچنین در تشکیل حفره مغزی که در سمت جلو هم قرار گرفته نقش داره ولی در تشکیل حفره مغزی که میانی هست یعنی در این قسمت وسط قرار گرفته هیچ گونه نقشی نداره در این جلسه کاربرد فیزیک سیالات در بدن رو معرفی میکنه ابتدا در ارتباط با مفاهیم پایه صحبت می‌کنیم. مفاهیم پایه عبارتند از اسموز، قانون بیرلامبرت و قانون استوکس. در ارتباط با اسموز میخوایم صحبت کنیم. همونطور که در این شماتیک هم ملاحظه میشه در اینجا مفهوم اسموز به وضوح به چشم میخوره. در واقع میتونیم بگیم که اسموز به نفوذ آب از میان یک قشای نیمه تراوا گفته میشه. همطور که میبینیم جهت نفوذ آب از سمت راست به سمت چپ هست یعنی از ناحیه با غلظت کم به ناحیه با غلظت زیاد هست پس به این مفهوم اسموز گفته میشه در ارتباط با قانون بیر لامبرت صحبت میکنیم در واقع این قانون جذب نور رو به وسیله محلول ها بررسی میکنه و در واقع میتونیم بگیم که طبق قانون بیر لامبرت رابطه A مساوی اپسیلون BC برقرار هست که همطور که ملاحظه می A با C متناسب هستش. به عبارتی میزان جذب نور توسط محلول در واقع متناسب هست با C که همون قلزت ماده مورد نظر هستش. که این تناسبی که A و C با هم دارن یک تناسب مستقیم هستش. پس بنابراین بر اساس قانون بیر لامبرت متوجه میشیم که مقدار نور متناسب هست با قلزت که همون C هست. در این رابطه اپسیلون ضریب جذب مولی هست که بر حسب لیتر بر مول سانتی متر هست B در واقع مسافت طی شده توسط نور در محلول هست بر حسب سانتی متر هست C هم که گفتیم قلزت هست بر حسب مول بر لیتر هستش. نکته که وجود داره این هستش که مقدار نور جذب شده به وسیله محلول که همون A هست که در واقع همون میزان جذب نور توسط محلول هست A بدون واحد هست و واحدی نداره. در اینجا شماتیک از قانون بیرلامبت رو ملاحظه می کنیم. که می بینیم رابطه A مساوی اپسیلون BC برقرار هست و توضیحات این رابطه رو در اسلاید قبلی مطرح کردیم و متوجه میشیم که این قانون بیرلامبرد در محیط های یک نواخت صادق هستش یعنی وقتی که این محلولی که مورد نظر داریم حتما باید یک نواخت باشه چون که این قانون در محیط های یک نواخت برقرار هستش همطور که میبینیم اون مسیری که طی میکنه با بی نشون داده شده در این اسلاید هم بیان کردیم و در واقع موارد دیگر رو هم مثل قلزت صحبت کردیم قلزت ماده مورد نظر با سی نشون داده میشه و در اینجا هم اون شدت نور عبوری رو میبینیم شدت نور اولیه آی سفر رو میبینیم در ارتباط با قانون استوکس میخوایم صحبت کنیم این شماتیک به خوبی قانون استوکس رو نمایش میده و بر اساس این قانون در واقع ذرات کروی در مایه بیان میکنه که این سرعت تهنشین شدن این ذرات کروی به طور مستقیم متناسب هست با مجذور شعاع اون ذره یعنی میتونیم بگیم که وی که در واقع سرعت تهنشین شدن یک ذره کروی با شعاع آر هست مستقیما متناسب هست با R2 که همون مجزور شعاع اون ذره کروی هستش. پس این هم از قانون استوکس که به رابطه بین V و R2 اشاره داره که میگه V و R2 اینها مستقیم با هم متناسب هستن. سرعت و مجزور شعاع اون ذره کروی در مایه به طور مستقیم اینها با هم متناسب هستن. در این قسمت از آموزش در ارتباط با سیستم تنفس صحبت میکنیم. ابتدا به مقدمه بر سیستم تنفس میپردازیم. همطور که میدونیم در واقع سیستم تنفس یکی از راههایی هست که برای دفع مواد زائد از بدن به کار میره و میشه گفت به طور روزانه حدودا نیم کیلوگرم دیوکسید کربن از راه ششها دفع میشن. که این مقداری که ملاحظه میکنیم یعنی نیم کیلوگرم دیوکسید کربن مقدار زیادی تقریبا محسوب میشه و نشون میده که این سیستم تنفس نقش بسیار مهمی رو داره ایفا میکنه و به این شکل مواد زائد رو از بدن دفع میکنه سیستم تنفس وظایفی رو به عهده داره یک سری وظایف اصلی و یک سری وظایف فرعی به عهده داره وظایف اصلی سیستم تنفس در واقع این موارد هست. اکسیژن مورد نیاز بدن رو فراهم میکنه و همچنین دیوکسید کربن رو دفع میکنه. پس میشه گفت که وظایف اصلی سیستم تنفس به گازها برمیگرده یعنی به جذب و دفع گازها برمیگرده. جذب اکسیژن مورد نیاز بدن و دفع دیوکسید کربن از بدن. وظایف فرعی سیستم تنفس رو میخوایم بدونیم چه مواردی هستن. باعث مبادله گرما در بدن میشه این سیستم تنفس. پیهاش خون رو پایدار نگه میداره. باعث میشه که بین مایات بدن یک توازنی برقرار بشه. همچنین اون جریان کنترل شده هوا رو در از تولید میکنه که این جریان کنترل شده هوا لازم هست که برای فرایندهایی مثل صحبت، صرفه و عدسه و غیره تولید بشه. در اینجا شماتیک از یک سیستم تنفس رو ملاحظه می از دهان و بینی شروع شده رفته به سمت قسمت های مسیرهای ورود هوا به درون ششها می بدونیم چه مسیرهایی هستن. اولین مسیر بینی هستش که وظیفه که به عهده داره این هست که هم هوا رو گرم و مرتوب میکنه و هم هوا رو تصفیه میکنه. دومین مسیر پایین تر که مراجعه کنیم این مسیر هست نای هوا از مسیری به اسم نای عبور میکنه. سومین مسیر در واقع نایجه ها هستن هوا از نای وارد نایجه ها میشه. چهارمین مسیر نایجک ها هستن که در واقع میتونیم بگیم که این نایجه ها به نایجک ها تا 15 مرتبه تقسیم میشن و در مرحله آخر هوا وارد کیسه های هوایی میشه همطور که میبینیم این قسمت با این شماتیک شماتیک یک کیسه هوایی هستش میشه گفت که چنین محل یعنی یک کیسه هوایی محل مبادله اکسیژن و دیوکسید کربن با خون انسان هستش پس در این قسمت یعنی کیسه هوایی تبادل گازها با خون اتفاق میافته یعنی تبادل اکسیژن و CO2 با خون اتفاق میافته کیسه های هوایی همطور که میبینیم شماتیکشون در اینجا به چشم میخوره همچین شماتیکی دارن و همطور که گفتیم محل تبادل گازها یعنی اکسیژن و دیوکسید کربن با خون هستن پس بنابراین این کیسه های هوایی نقش مهم و اصلی رو در سیستم تنفس انسان بازی میکنن. تعداد کیسه های هوایی به هنگام تولد در واقع حدود سی میلیون هست و تا 18 سالگی تعداد این کیسه های هوایی به شدت افزایش پیدا میکنه. به چیزی حدود 300 میلیون افزایش پیدا میکنه و وقتی سنین بالاتر از 18 سال رو در نظر بگیریم این کیسه های هوایی دیگه تعدادشون بیشتر نمیشه و تعداد ثابتی خواهند داشت ولی قطرشون تغییر پیدا میکنه یعنی در واقع این قطر این کیسه های هوایی افزایش پیدا میکنه کیسه های هوایی همطور که در شماتیک های اسلایت های قبلی هم ملاحظه کردیم مثل یک حباب های کوچکی هستند که اینها به هم پیوسته هستند و سطح این کیسه های هوایی رو اگه مد نظر قرار بدیم در واقع با یک ماده خاصی این سطحشون پوشیده شده به این ماده سورفاکتانت گفته میشه این سورفاکتانت ها خاصیت کشش سطحی دارن و به علت خاصیت کشش سطحی این ماده این کیسه های هوایی تمایل به کوچک شدن دارن